اقبال اسکناس های یک دلاری در میان مردم آمریکا و محجور ماندن سکه های یک دلاری مدیر اعتلاف دوستداران سکه عقیده دارد مردم باید در این مورد تجدید نظر کنند تولید سکه گرونتر از تولید اسکناسه ضرب سکه 17 سنت و چاپ اسکناس بین 5 تا 7 سنت هزینه بر می داره. اما سکه حدود 35 سال عمر می کنه و غالباً هم با موادی تولید میشه که قابل بازیافته این در صورتیه که سالانه 3 میلیارد دلار هزینه جایگزین کردن اسکناسهای نو با اسکناسهای فرسوده میشه. تا مدت ها این نماینده سابق کنگره تلاش می کرد همگان را به استفاده از سکه یک دلاری تشویق کند اما مردم و دولت مردان به این طرح روی خوش نشان نمیدادند. حال او معتقد است این اواخر اوضاع بهتر شده و در یک نظرسنجی 61 درصد مردم برای استفاده از سکه یک دلاری اشتیاق نشان دادند. وقتی همه متوجه شدند که استفاده از سکه میتونه تا این حد هزینه ها رو کاهش بده به این طرح علاقمند شدند. معتقد است باید نظارت دقیق تری بر اختصاص بودجه تولید پول صورت بگیرد تا در هزینه کردن مالیاتی که مردم میپردازند دقت بیشتری بشود. Actually, say yes. اگه سکه نیتونه تنها گزینه باشه منم مجبورم بگم بله ولی اصولا مخالف سکم اما بسیاری هم مخالفند کیم دورینگ یکی از آنهاست. سکه جیب و سنگین میکنه و صاحب رستورانی در شهر واشنگتن هم از تلمبار شدن سکه های یک دلاری در دخل رستورانش استقبال نمی کند. Choice... اگر سکه تنها گزینه باشه منم مجبورم بگم بله ولی کلا مخالف سکم. مشکل دیگر این تر شباهت رنگ و اندازه سکه های یک دلاری به سکه های 25 سنتی است. رابرت بلکر استاد اقتصاد دانشگاهی در واشنگتن معتقد است سکه های یک دلاری باید با ظاهری متفاوت تولید شوند میشه <میش> سکه ها را با زخامت و قطر متفاوتی ضرب کرد اما اگر سکه ها بزرگ و سنگین نباشند احتمالا مردم راحت تر باهاش کنار میان اما متاسفانه سکه های یک دلاری به جای جیب مردم کماکان در گاف صندوق بانک ها تلمبار شده است.